با صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو از این لحظه آغاز میکنم و امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما بینندگان عزیز قرار بگیره. از جمله مهمترین نکاتی که این روزها مطرح بوده و هنوز مطرحه، سخنرانی آقای نتانیاهو هست در کنگره. در کنگره‌ای که 50 نفر از نمایندگان حزب دموکرات حضور نداشتند و در کنگره‌ای که به طور بی‌سابقه‌ای از صحبت‌های آقای نتانیاهو استقبال شد، کف زدن‌های ممتد، از جا برخاستن‌های ممتد نمایندگان به خصوص جمهوری‌خواه و انعکاسی که همین تشویق‌ها و همین استقبال از ایشون خب خیلی باعث خوشحالی آقای نتانیاهو شده بود و باعث عصبانیت گروه های مخالف با حضور ایشون در کنگره امریکا و در واقع کسانی که معتقدند که حضور آقای نتانیاهو در کنگره امریکا نوعی اهانت به هوشیار بودن یا انتلیجنس در واقع مردم امریکا و سیاست های خارجی امریکا است. در این رابطه سخنان زیادی شنیدیم در داخل اسرائیل، در خارج اسرائیل، در سطح بین المللی و نکات بسیار مهمی که در این رابطه مطرح شده، موافق و مخالف. از نظرات موافق همونطور که عرض کردم اشاره به استقبال زیاد نمایندگان حاضر در جلسه کنگره، جلسه مشترک حزب مشترک در واقع سنا و مجلس نمایندگان بود و از به اصطلاح بازتابی که داشته و اشاره‌ای که به منطق آقای نتانیاهو میشد در رابطه با خطرناک بودن ایران به خصوص برای اسرائیل، که یکی از مهمترین نکاتی که آقای نتانیاهو پیش اشاره کرد این بود که اگر امریکا و کشورهای دیگه با اسرائیل همراهی نکنند، اسرائیل خودش به خودی خود توانایی این رو داره که از خودش دفاع بکنه و در واقع مسائل خودش رو در این مورد حل بکنه. و اما در رابطه با کسانی که در ما سخنان آقای اوباما رو شنیدیم که ایشون در آمدن گفتن که آقای اوباما چیز جدیدی نگفته بود و آقای نتانیاهو چیز جدیدی رو مطرح نکرد و راه حلی رو پیشنهاد نکرد و راه حل‌هایی رو که ما داریم الان دنبالش می‌ریم در حال حاضر اگر و تأکید گذاشت روی اگر به نتیجه برسه بهترین راه حل موجود هست و اگر آقای نتانیاهو راه حل بهتری داشتن باید ارائه می‌دادن، که البته آقای نتانیاهو هم که سخت در این مورد داره مبارزه میکنه، سخنان آقای اوباما رو به طور تلویحی رد کرده و گفته که نه، ما اون چیزایی که آقای اوباما گفتن درست نیست و من چنین نظراتی رو نداشتم. و اما در رابطه با کسانی که با صحبت‌های آقای نتانیاهو و در درجه اول با شرکت ایشون در این جلسه کنگره و سخنرانیش مخالفت میکردن از آغاز و 50 نفر نمایندگان دموکراتی که حضور نیافتند و خانم نانسی پلوسی که در این جلسه شرکت کرد و ایشون خیلی ناراحت بود و گفت وقتی که این صحبت‌ها رو آقای نتانیاهو میکردن من گریم گرفته بود، که تعجب میکردم که ایشون چطور به خودش اجازه میده که در تا این درجه در امور سیاسی و سیاست خارجی امریکا دخالت بکنه و این اهانت هست به آگاه بودن ما به مسائل، به بسیاری از مسائل. و در این رابطه هم یک صحبت دیگه رو ما شنیدیم از آقای گری سیک. آقای گری سیک در صحبتی که کردن و نظرخواهی که از اینشون شده، ایشون معتقدن که آقای نتانیاهو سخنرانیشون عمدتاً به خاطر مبارزات انتخاباتی که در پیش دارن و انتخاب مجدد به عنوان
نخست وزیر اسرائیل بوده و گفته که این سخنرانی نه تنها به نفع او نبوده بلکه به ضرر او خواهد بود. این باز من تاکید میکنم نظر آقای گریسیک است و به کرات این رو میخوام مطرح بکنم که یک نظر هست، تا چه حد میشه بهش اتکا کرد من نمیدونم. دوم اینکه مبارزه آقای نتانیاهو رو نوعی جلوگیری از هر گونه تفاهم بین امریکا و ایران میدونن، چرا که آقای گریسیک معتقده که این مخالفت مشترکی، یعنی دشمن مشترک فعلی اسرائیل و امریکا که ایران باشه، اگر امریکا با ایران کنار بیاد آقای نتانیاهو دیگه اون موقعیت رو نخواهد داشت و ایران به عنوان دشمن امریکا تلقی نخواهد شد و فقط به عنوان دشمن اسرائیل در محافل سیاسی ازش یاد میشه. نظر دیگه رو که آقای گریسیک داده این است که میگوید در این گونه سخنرانی ها و این گونه به اصطلاح صحبت هایی که میشه برای مسائل سیاسی به خصوص، معمولا کسانی که سخنگو هستند نکات منفی رو مطرح میکنند ولی نکات دیگری رو که در مقابلش هست و یه تعادلی رو میتونه موجب بشه اونا رو در میون نمیگذارن و مطرح نمیکنن و بنابراین این کمبود رو ما میبینیم در صحبت‌های آقای نتانیاهو و ایشون معتقده که مقدار زیادی از این، یعنی نکات زیادی رو که ما در صحبت‌های یا بسیاری از نکاتی رو که در صحبت‌های آقای نتانیاهو شنیدیم ناشی از مشاوره است که آقای ران دکستر که ایشون مشاور سابق آقای نوت گینگریچ و یکی از طرفداران و به اصطلاح تئوریسین های حزب جمهوری خواه هست و در حال حاضر سفیر اسرائیل هست در امریکا. ایشون آقای دکستر از چندی پیش پست خودش رو قبل از این سخنرانی پست خودش رو در واشنگتن ترک کرده بود و رفته بود به اسرائیل و در واقع این سخنرانی نکات زیادیش ناشی از نظراتی است که از طریق ایشون در میون گذاشته شده با آقای نتانیاهو و آقای نتانیاهو مطرح کردند. و اما نکته دیگری رو که آقای گریسیک مطرح میکنه این هست که اشاره به متوقف شدن به افزایش ذخیره اورانیوم ایران، غنی شده ایران نشده، اشاره به تغییر برنامه های آب سنگین عراق که اون رو با اون تغییرات ایران احتمال تولید پلوتونیومش به صفر میرسه نشده و ایشون اشاراتی که میکنه همچنین نمیگوید وقتی که اشاره میکنن به این که اگر با ایران از به اصطلاح با شدت عمل بشه و با قدرت جلوی ایران بایستیم ایران جا میزنه و تسلیم میشه، میگوید که این فکر به کلی اشتباه و نادرسته به خاطر اینکه ما شاهد این بودیم که در سال 2003 وقتی که ایران فقط 3000 سانتریفوژ خیلی عقب افتاده داشت، کار به جایی رسید که امروز ایران 20000 سانتریفوژ پیشرفته داره و در واقع اون فشارهایی که اون روزها وارد آمد و عدم توافق آقای بوش با جمهوری اسلامی در اون زمان موجب شد که نه تنها ایران تسلیم نشه بلکه به فعالیت‌های خودش ادامه بده. و بعداً نکته دیگه رو که گریسیک اشاره میکنه بهش این هست که در صورتی که کنگره امریکا تحت تاثیر صحبت‌های آقای نتانیاهو
بخواد مداخله بکنه در واقع مقابله با عقد این موافقت نامه احتمالی، موجب خواهد شد که ما بسیاری از همپیمانان خودمون رو که کشورهای بزرگ دنیا هستن از دست بدیم و اونها به طور قطع دیگه یا به احتمال زیاد دیگه حاضر نخواهند بود که تحریم‌هایی رو که الان بر ایران اعمال می‌کنند نگه دارند. بنابراین امریکا تنها میمونه در این رابطه و در واقع ما همپیمانان زیادی رو از دست میدیم. اجازه بدید که بریم بپردازیم به قسمت دیگری از برنامه که بنا به تقاضای شما بینندگان عزیز تکرار گفتگویی است که من چندی قبل با آقای دکتر محسن میلانی داشتم و عده‌ای از شما بینندگان عزیز از طریق ایمیل و تلفن از من خواسته بودید که اگر فرصتی پیش آمد این رو ما پخش بکنیم مجددا. این شما و این برنامه امروز گلگشت که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. امیدوارم اگر که اشکالی در برنامه هست پوزش من رو بپذیرید. من دور از شهر هستم و از طریق اسکایپ صحبت میکنم و گاهی این مسائل تکنیکی مشکلاتی رو ایجاد میکنه که امیدوارم موجب نشه که کیفیت برنامه خیلی بد باشه. خب بینندگان گرامی، همونطور که در آغاز برنامه خدمتون مژده دادم، امروز با این افتخار واسه من باز پیش آمده و این فرصت خیلی خوب پیش آمده که در خدمت آقای دکتر محسن میلانی باشم که معرف حضور همه شما هستم و نیازی به معرفی ندارند. آقای دکتر سلام عرض میکنم. با عرض سلام خدمت شما جناب آقای اجازی و شنوندگان و بینندگان عزیز شما که در هر جای دنیا هستند. خیلی متشکرم. آقای دکتر میلانی، من سوالات زیادی رو دارم که امیدوارم بتونیم در فرصت کوتاهی که برنامه داره با شما در میون بگذارم. اولین سوالی که میخوام بکنم، چون مسئله روز هست، مسئله کنفرانسی بود که آقای اوباما در مورد همین مسائلی که این روزها دنیا باش روبرو هست، نه تنها امریکا، در مورد این دولت اسلامی به اصطلاح اسلامی و این گروه داعش مطرح کرد و صحبتهایی که مطرح کرد که بحث زیادی رو برانگیخته. میخواستم در این زمینه کوتاه توضیح بفرمایید تا بپردازیم بیشتر به همین مسائل مربوط به انقلاب، چون همین یکی دو هفته پیش ما مدت زیادی از سالگرد انقلاب نگذشته و هنوز موضوعی هست که راجبش میشه ساعتها صحبت کرد. من به گوش هستم در مورد سوال اولم که لطف بفرمایید که پاسخ بفرمایید. به نظر من نکته اولی که من در رابطه با این کنفرانس باید بهش اشاره کنم اینه که اسم این کنفرانس رو گذاشتن کنفرانس مبارزه با تندروی و صحبت از این نکرده که این کنفرانس مبارزه با اسلام رادیکال هست. علتی که این مسئله مهمه اینه که امروز در آمریکا، یعنی در حقیقت در دنیای غرب، یک بحث خیلی جدی شروع شده که مبارزه با سازمان داعش و سازمان‌های تروریستی دیگه‌ای که میگن اسلامی هستن رو چطوری با جلو برد. یه عده هستن در داخل طبقه حاکمه آمریکا و در بعضی از تلویزیون ها و روزنامه های آمریکایی که معتقدن جنگ با اسلام رادیکاله. اینا فکر میکنن که سازمان های داعش و سازمان های دیگه، حزب الله، گروه های دیگه، اینا همه از یک جا سرچشمه میگیرن، سرچشمه شون هم از اسلام رادیکاله و معتقدن که باید دولت آمریکا رسما اعلام بکنه که جنگ با اسلام رادیکال هست. اما به نظر من آقای اوباما و ایشون به درستی اینطوری جمع‌بندی کرده که در زمانی که ما بیشتر از 1 بیلیون مسلمان در دنیا داریم و طرفدارهای سازمان داعش و سازمانهای تروریستی دیگه یه درصد خیلی کوچکی از جمعیت اسلام دارن، ما نباید بگیم مبارزه ما علیه اسلام رادیکال هست. برای اینکه اگر این لغت ما استفاده کنیم، یعنی در حقیقت داریم میگیم که گروه داعش یک سازمان اسلامی است و اینها نمیخوان این حقانیت و این لجیتیمیسی رو به این سازمان تروریستی بدن.
آقای دکتر معذرت میخوام صحبتتون رو قطع میکنم. عده‌ای معتقدن که با این نامگذاری ها نتیجه حاصل نمیشه. دلیل عمده ای که اوباما معتقد این لغت رو نباید استفاده کرد و دیروز هم اینو در سخنرانی خودش مطرح کرد اینه که میگه که اللحاظ استراتژیک این خطرناکه، برای خاطر اینکه ما 55 کشور دنیا داریم، حداقل 55 کشور دنیا داریم که اکثریت جمعیتش مسلمونه و ما اگر بیایم بگیم جنگ ما با جنگ اسلام رادیکال هست، نه فقط تعداد زیادی از مسلمان‌های دنیا رو ناراحت خواهیم کرد، بلکه این حقانیت رو به سازمان داعش میدیم که این یک سازمان اسلامگراست و به نظر من هم حرفش درسته. یعنی نباید این اجازه رو داد به سازمان داعش که خودش رو به عنوان یک سازمان اسلامی معرفی بکنه، به خاطر اینکه اگر این کار رو بتونه بکنه خیلی ساده تر میتونه جوانها رو گول بزنه و به طرف خودش بیاره و این کارهای بقیه‌ای که داره انجام داده رو ادامه بده. خیلی متشکرم. آقای دکتر، نکته مهمی که در صحبت‌های آقای اوباما دیدید ممکنه توضیح بفرمایید کوتاه؟ بله، مسئله مهمی که ایشون مطرح کرد اینه که مبارزه با سازمان داعش باید روی به وجود آوردن یک اتحاد بین المللی باشه علیه این سازمان. این مسئله اولی و ایشون البته داره صحبت از این میکنه که بین 55 تا 60 کشور دنیا آمادگی پیدا کردن که علیه داعش مبارزه بکنن. مسئله دومی که ایشون مطرح کرده اینه که جنگ علیه داعش جنگی نیست، داعش و تندروی جنگی نیست که در یک دو سال آینده تموم بشه، سالیان طول خواهد کشید و ایشون معتقدی که باید دولت آمریکا یه سری کارها بکنه که اجازه نده سازمان‌های رادیکال بتونن به این سادگی جوان‌های کشورهای اسلامی رو به طرف خودشون بیارن. یعنی یه برنامه سیاسی و ایدئولوژیک آموزشی از طرف دولت آمریکا مطرح بشه که ضد تبلیغات سازمان آیسس باشه. آقای دکتر، دو تا سوالی که مرتب مطرح میشه و بیشتر تو رسانه‌های فارسی زبان من شنیدم، یکی این که با همه ادعاهایی که کشورهای پیشرفته مثل امریکا دارن در زمینه قدرت نظامیشون و اینکه میتونن به طور به اصطلاح سرجیکال به طور نقطه‌ای بعضی از افراد رو از بین ببرن و این رو ما شاهد بودیم در گذشته، چرا در مورد داعش کوتاهی میکنن و کوتاهی کردن؟ دوم این که با توجه به این که به خصوص امریکا و سایت هایی مثل فیسبوک و نظایر اون این قدرت رو دارن و میتونن بسیاری از این تصاویر و مطالبی رو که میره توی فیسبوک و گاهی گفته میشه مطالب مستهجن و مثلا اینها جلوش رو میگیرن و بلاک میکنن، چطوره که در این مورد هیچ گونه در این دو مورد هیچ گونه اقدامی نمیشه؟ سوال اولتون به نظر من سوال خیلی خوب مهمیه، ولی در نظر داشته باشید که دولت آقای اوباما انتخابات رو برد به خاطر اینکه اعلام کرد میخواد جنگ آمریکا در عراق رو تمام بکنه، جنگ آمریکا در افغانستان رو تمام بکنه و وارد جنگ جدیدی نشه. آقای اوباما خیلی نگرانه که اگر فعالیت‌هاشون رو علیه سازمان داعش زیاد ببرن جلو ممکنه مجبور بشن که بعداً سرباز در عراق پیاده کنن و در حقیقت وارد یک مرحله جدیدی از جنگ در عراق بشن. بنابراین تا جایی که امکان داره اوباما داره سعی میکنه که سرباز پیاده نکنه، ولی ما میدونیم که تعداد زیادی از ادوایزرهای کارشناسای آمریکایی نظامی آمریکایی در عراق هستند و دولت آمریکا هم داره فعالیت‌های هوایی میکنه علیه سازمان داعش، ولی هنوز که هنوزه دولت آمریکا به این نتیجه نرسیده که باید سرباز پیاده کنه و من فکر میکنم که اگر هم به این نتیجه برسه نتیجه اشتباهیه، برای خاطر اینکه سازمان داعش میخواد که آمریکا وارد مرحله بشه که بتونه این جنگو اعلام بکنه، یه جنگی بین اعراب و آمریکا و من امیدوارم که آمریکا این اشتباه رو نکنه. در نظر داشته باشید که سازمان داعش به نوعی که ما امروز میدونیم بعد از حمله آمریکا به عراق به وجود اومد
و قبل از اون اینطور سازمانی در عراق وجود نداشت، یعنی سازمان‌های تروریستی در عراق وجود نداشتند. صدام حسین خودش یه تروریست بود و اجازه نمیداد به سازمان‌های اسلامی یا غیر اسلامی در اونجا فعالیت بکنن. بنابراین کاری که دولت آمریکا و خیلی از کشورهای غربی دارن میکنن، دارن سعی میکنن با کمک نیروهای منطقه‌ای سازمان داعش رو تضعیف بکنن و بعد اگر بتونن از بین ببرن. اما در رابطه با سوال دومتون، من به نظرم این، من با این فرضیه شما که فیسبوک یا توییتر میتونه جلو اینها رو بگیره، یه مقداری من اشکال دارم. من فکر نمی‌کنم به این سادگی باشه، به خاطر اینکه یک، اولا اینها این کار رو نمی‌کنن، و دوم مسئله آزادی بیان اینجا مطرحه که چیز خیلی مهمیه در دنیای غرب. اگر یارتون باشه موقعی که تروریست‌ها حمله کردن و در پاریس و در 12 نفر از کارتونیست ها و خبرنگار جورنالیست ها رو کشتن، مسئله عمده‌ای که غربی ها مطرح کردن اینه که پایه و اساس تمدن غرب روی آزادی بیان. بله. بنابراین اگر توییتر بیاد خودش این اجازه رو بده که بیاد بعضی از کسایی که دارن برای داعش فعالیت میکنن جلوشون رو بگیره، این با آزادی بیان مغایرت داره. اما این رو هم بهتون بگم که من خودم اینو دیدم که بعضی از ویدیوهایی که طرفدارای داعش در توییتر گذاشتن رو فوری از توییتر برداشتن. بنابراین یه سری فعالیت ها دارن میکنن، ولی اینکه ما توقع داشته باشیم اینها بیان جلو اینو بگیرن درست نیست. به علاوه لحاظ امنیتی هم به نظر من مصلحت نیست که این کارو بکنن، چون اگر اجازه بدن تمام این افراد بیان به حرفایی که دلشون میخواد بزنن، خیلی ساده تر اینا میتونن ببینن که اینا چطور فکر میکنن و شبکه‌ای که دارن چطور تشکیل شده و چه کسایی وارد این شبکه شدن. آقای دکتر، من بیشتر منظورم این خشونت ها، سربریدن ها، آتش زدن ها و این گونه مسائل هست، ولی اجازه بدید چون میخوام بیشتر بپردازیم به این مسائل انقلاب و اینکه جناب علی سالیان سال در این زمینه تدریس کردین، تحقیق کردین، پژوهش کردین، راجع به این بیشتر تمرکز رو بذاریم راجع به این مطلب و بعد اگه فرصتی شد من سوالات دیگه رو مطرح کنم خدمتتون. میخواستم یه جنبندی بفرمایید از شروع این انقلاب و علل به وجود آمدن این انقلاب و اینکه نتایجی رو که به بار آورده و تمام مسائلی که میشه در این مورد مطرح کرد و جنبندی کرد. اگر اجازه بدید من اول یه مسئله دلایل انقلاب رو صحبت کنم، بعد سوالی که شما دارید با کمال در خدمتتون. ببینید، معمولا متاسفانه در ایران، مخصوصا در خارج از ایران، یه طرز فکری هست که تمام اتفاقات مهمی که در ایران میفته رو یا انگلیسا یا آمریکایی‌ها پشت پرده به وجود آوردن. یعنی یه فلسفه دایجان ناپلونی وجود داره. و در رابطه با انقلاب ایران همین هست که هنوز هستن کسایی که فکر میکنن ایران داشت یه قدرت خیلی جدی برای آمریکا میشد و آمریکا تصمیم گرفت که شاه ایران رو ساقط بکنه و رژیم جمهوری اسلامی رو به وجود بیاره. و اینها در حقیقت کسایی هستن که اصلا اعتقاد ندارن به قدرت انسانها، به قدرت آدمها که بیان تغییر رژیم بدن. من با این طرز فکر مخالفم و به نظرم تا امروز، تا جایی که من مطالعه کردم و مطالعه زیادی درباره این کردم، من سندی ندیدم از طرف دولت آمریکا، از طرف دولت‌های غربی، از داخل ایران یا کسایی که این نوع تئوری‌ها رو میدن که بتونن بیان واقعا نشون بدن چطوری آمریکا تصمیم گرفت که بیاد یکی از مهمترین متحدین خودش رو توی خاورمیانه از بین ببره، به خاطر اینکه اون متحد داشت براش یه به اصطلاح خطر میشد. مگه ژاپن، یعنی ایران از ژاپن برای آمریکا لحاظ اقتصادی خطرش بیشتره که بیان یک رژیمی که نزدیک آمریکا بود، 55,000 آمریکایی در سال 1979 در ایران زندگی میکردن. سازمان اطلاعات ایران ساواک با سازمان اطلاعات آمریکا CIA و FBI خیلی نزدیک با هم دیگه همکاری میکردن. ایران بیشترین اسلحه را از دنیا از آمریکا داشت می‌خرید و شاه درسته که اختلاف داشت با آمریکا سر مسئله نفت، درسته که اختلاف داشت با آمریکا سر یه سری از مسائل، درسته که فکر می‌کرد ایران باید ژاندارم پرقدرت منطقه باشه و خیلی از آمریکایی‌ها
این مخالفت بودن، ولی این مخالفت ها مخالفت هایی بود که در داخل اتحادی بود که بین ایران و بین محمد رضا پهلوی و دولت آمریکا به وجود آمد بود. بنابراین من هیچ دلیلی نمیبینم هنوز که هنوزه که اعتقاد داشته باشم این انقلاب رو آمریکایی‌ها یا انگلیس‌ها پشت پرده به وجود آوردن. من اعتقاد دارم که این یک انقلاب مردمی بود، یک انقلابی بود که خیلی ساده میشه ریشه های اون رو پیدا کرد و دربارش فکر کرد. من اگر بخوام در یکی دو جمله در رابطه با دلایل انقلاب باهاتون صحبت کنم، اینطوری میتونم بگم که ما در زمان حکومت 37 ساله محمد رضا پهلوی رشد اقتصادی زیادی داشتیم، رشد اجتماعی خیلی خوبی داشتیم و کارهای خیلی جالبی در ایران شد و دلیل نداره که کسایی که فکر میکنن تو ایران انقلاب شده این کارها را قبول نکنن. اللحاظ اقتصادی، اللحاظ اجتماعی ایران خیلی رشد کرد، در حقیقت رشدی کرد که به نظر من در منطقه بی‌نظیر، اما درست در زمانی که ایران داشت رشد اقتصادی میکرد، درست در زمانی که داشت تعداد دانشجوها در ایران زیاد میشد، طبقه متوسط داشت رشد میکرد، درست در همون زمان محمد رضا پهلوی شاه ایران تصمیم گرفته بود که اللحاظ سیاسی خودش تنهایی حکومت کنه. یعنی شما در جوامعی که رشد اقتصادی و رشد سیاسی دارید، رشد اقتصادی و رشد اجتماعی دارید ولی رشد سیاسی ندارید، این جوامع خیلی راحت میتونه توشون انقلاب بیفته. یه دلیلی که در کشورهای دموکراتیک ما انقلاب نداریم همینه که در کشورهای دموکراتیک به خاطر اینکه ملت میتونن برن رأی بدن، به خاطر اینکه ملت احساس نمیکنن یک نفر آدم سرنوشت اونها را تعیین میکنه، ما معمولا انقلاب نمیبینیم. ولی در ایران سیستم پادشاهی ما یک سیستمی بود که اللحاظ سیاسی مثل دوران قبل از انقلاب مشروطه ایران بود، ولی اللحاظ اقتصادی و اجتماعی رشد زیادی کرده بود. شما خودتون خوب یادتونه که در اون زمان متفکرین ایرانی، اینتلیکچوال های ایرانی تقریبا بلا استثناء مخالف حکومت پهلوی بودن و همه با هم دیگه متحد شدن و این انقلاب به وجود آوردن. البته دلیلی که من آوردم که رشد اقتصادی بوده، رشد اجتماعی بوده ولی رشد سیاسی نبوده، خب در خیلی از کشورهای دیگه هم وجود داره ولی در اون کشورها انقلاب اتفاق نیفتاده. چون بعد اینجا برمیگرده به مسئله این که چی شد تو ایران این اشکالی که من درباره صحبت کردم باعث این شد که انقلاب بشه. در اینجا من معتقدم که انقلاب ایران میتونست انجام نشه. یعنی من این تفسیر مارکسیستی که حتما باید یه سری اتفاقات در جامعه بیفته قبول ندارم. من به نظرم انقلاب ایران پیروز شد به خاطر اشتباه‌های خیلی عجیب و غریبی که محمد رضا پهلوی در دو سال آخر حکومتش کرد و این اشتباهات با اشتباهاتی که دولت جیمی کارتر در اون دوران دو سال انجام دادن، یعنی از زمانی که به اصطلاح آقای کارتر اومد حقوق بشر رو مطرح کرد و در داخل ایران یه عده از اینتلیکچوال ها نامه ای نوشتن به امیر عباس حویدا و تقاضا کردن که سیستم سیاسی ایران باز بشه و بعد شاه هم موافقت کرد، از اون زمان تا موقعی که شاه از ایران بیرون اومد، اگر شما نگاه کنید، به دقت نگاه کنید اتفاقاتی که تو ایران میفته، میبینید که شاه مرتب اشتباه میکرد، مرتب مواضع خودش رو عوض میکرد، یه روز صحبت از دموکراسی میکرد ولی روز بعد دستور میداد به ارتش بیاد ملت رو بکشن، یک روز طرفداری از فلان جناح میکرد، روز بعد مخالفت میکرد. درست در همون موقعی که شاه اینقدر ضعف از خودش نشون میداد، رهبر انقلاب یعنی آیت الله روح الله خمینی با قدرت تمام وایساد سر یک حرف که شاه باید بره و ما دیدیم که به خاطر اشتباهاتی که شاه کرد و به خاطر رهبری خوبی که خمینی از خودش نشون داد، ایشون تونست بیاد تمام گروه هایی که مخالف شاه بودن زیر یک چتر بیاره. یعنی از تودهی گرفته تا تودهی نفتی تا جبهه ملی تا چریک فدایی تا مجاهد تا اینتلیکچوال ها و خیلی ها در درون ارتش
همه به این نتیجه رسیده بودن که شاه باید بره و یک سیستم دیگه جای اون رو باید بگیره. و آیت الله خمینی تونست تمام این گروه ها رو روی هم پیش هم دیگه بیاره و حکومت پهلوی رو ساقط بکنه. و بعد از اون که این اتفاق افتاد، جنگ جدی انقلاب شروع شد. یعنی شما از انقلاب فرانسه گرفته تا انقلاب روسیه 1917 تا انقلاب چین اگه نگاه کنید، بعد از اینکه حکومت‌ها از بین میرن و انقلابیان رو کار میفتن، اون گروهی که از همه قوی تره، این گروهی که از همه بیشتر طرفدار داره، انقلابو میبره و این انقلاب به اسم خودش میکنه. ما چرا صحبت از انقلاب بولشویک میکنیم در اتحاد در روسیه؟ بولشویک ها اکثریت نبودن، اقلیتی بودن که خیلی خوب کار میکردن، اقلیتی بودن که سازماندهی عالی انجام میدادن، اقلیتی بودن که میدونستن چی میخوان. در ایران هم همین اتفاق افتاد. من با کسایی که معتقدن که این انقلاب و اسلامگراها دزدیدند، هایجکش کردن، کاملا مخالفن. شما برگردید به سال 1979 نگاه کنید ببینید اکثر کسایی که توی تظاهرات شرکت میکردن کیا بودن، اکثر کسایی که میتونستن میلیون ها نفر آدم رو تو خیابون بیارن کیا بودن. اینها جبهه ملی نبودن، اینها سازمان چریک های فدای خلق و مجاهدین خلق که فقط در دانشگاه ها و در بعضی از شهرهای بزرگ ایران رخنه کرده بودن نبودن. اینها گروه های مختلف اسلامگرا بودن، گروه هایی بودن که طرفدار آیت الله خمینی بودن، گروه هایی بودن که طرفدار آیت الله های دیگه بودن، گروه هایی بودن که در حقیقت اسلام رو قبول داشتن و میخواستن سیستم ایران رو عوض کنن و بنابراین موفق شدن که این انقلاب رو پیروز بکنن. و برای خاطر همین ما صحبت از انقلاب اسلامی در ایران میکنیم و نه صحبت از انقلاب دموکراتیک، چون انقلاب ایران به هیچ وجه من الوجود انقلاب دموکراتیک به معنی این که ملت میخواستن تو ایران یک سیستمی بیارن که بشه بهش گفت دموکراتیک نبود. بله، همه صحبت از آزادی میکردن، همه صحبت از این میکردن که ملت باید بتونن خودشون تعیین کنن سرنوشت خودشون، ولی به معنی این که اینا بیان یک سیستمی به وجود بیارن که مطابق سیستم دموکراتیک غربی باشه، من به نظرم نبود. یه عده بودن که میخواستن انقلاب ایران رو تبدیل به انقلاب دموکراتیک بودن و خود منم یکی از اونها بودم، ولی ما در اقلیت بودیم. اکثریت کسایی بودن که میخواستن حکومت شاه رو بردارن و بیان یک حکومت اسلامی در ایران به وجود بیارن. آقای دکتر، تو شعارهایی که ما میشنیدیم در زمان انقلاب، مسئله آزادی خیلی به توی چشم میخورد و مرتب تو این شعارها واژه آزادی به کار میرفت. و بعد هم وقتی که آقای خمینی صحبت میکرد در نفت و شاتو در فرانسه و حتی وقتی که به ایران آمد، صحبتش از این بود که باید به همه آزادی داد و صحبتهای خیلی جذاب و جلب کننده ای رو مطرح میکرد که دیر رو دنبال خودش کشونده بود. فکر نمیکنید اینها مؤثر بود در به اصطلاح موفقیت ایشون؟ 100% مؤثر بود. شعارها یکی از طرفدارای حزب توده رفته بود تمام شعارهایی که در دو سال آخر انقلاب داده شده بود و جمع‌آوری کرده بود و بعد طبقه بندی کرده بود و به این نتیجه رسید بود که اکثر شعارهایی بود که به طرفداری از آیت الله خمینی و به طرفداری از اسلام بوده و بعد شعارهای کمتری بوده که به مسائل دیگه بوده. شعار انقلاب اسلامی ایران چی بود؟ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. ببینید لغت آزادی مفاهیم مختلفی داره. ببینید انقلاب هم همینه، هر کسی با یک طرز فکر خودش وارد این انقلاب شد. من سوالی که از شما دارم اینه که آیا رهبری حزب توده در اون موقع یا رهبری چریکای فدای خلق یا حتی جبهه ملی، آیا فهم اینها از آزادی با فهمی که آیت الله خمینی داشت یکی بوده؟ نخیر، اینا تمام گروه هایی که متحد با هم دیگه شدن، اتحادشون در رابطه با اینکه ایران آینده چه باید باشد نبود، به هیچ وجه نبود. اگر بود من دارم میخواد یه عده بیان مدرک و نشون بدن. تنها وجه مشترکی که اینها داشتن مخالفتشون با رژیم پهلوی. این خیلی فرق داره. بنابراین
شعاری که تونست بیشترین جمعیت رو زیر چتر خودش بیاره، استقلال اول، استقلال آزادی جمهوری اسلامی بود. بله. حالا اینکه آیت الله خمینی آمدن در پاریس یه سری حرفا زدن کاملا درست، یه سری حرفا ایشون زد که بعد اومد ایران، خب این سه حرفا رو انجام نداد، ولی در تمام انقلابات این اتفاق میفته. شما حتی در سیستم های دموکراتیک اگر نگاه بکنید، در سیستم های دموکراتیک مثلا تو آمریکا، انتخابات رئیس جمهوری آمریکا، دو نفر از کسایی که روی ریاست جمهوری آمریکا تحقیق میکنن، پولیتیکال ساینتیست، یه تحقیقی کرده بودن که چند درصد قولهایی که کاندیداهای رئیس جمهور میدن بعد از اون که اونها رئیس جمهور میشن انجام میگیره، یه چیزی در حدود 40 تا 45 درصد، یعنی 55 تا 60 درصد قولهایی که میدن انجام نمیده. آیت الله خمینی در پاریس رهبر انقلاب بود آقای حجازی. بله. ایران ایشون وارد شد دیگه رهبر انقلاب نبود، ایشون رهبر انقلاب بود و رهبر یک حکومت جدیدی بود. خب شما نمیتونی توقع داشته باشی یا آدمی که قبلا رهبر انقلاب بود میخواست تمام گروه ها رو بیاره زیر یک چتر که رژیم پهلوی رو بندازن، همون حرفایی رو بزنه که بعد از اینکه به حکومت رسید بزنه. بنابراین من کاملا با حرف دو موافقم. تمام گروه های سیاسی صحبت از آزادی میکردن و من به نظرم یکی از اشکالات انقلابی که ما داریم اینه که در ایران از این سه تا شعار اگه شما نگاه بکنید، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، ما استقلالش رو به نظرم حداقل من فکر میکنم تا مقداری زیادیش رو ایران به دست آورده. آقای دکتر معذرت میخوام همینجا، استقلال اگه مفهوم این هست که و همیشه هم به طبل کوبیده جمهوری اسلامی که بر علیه امریکای جهانخوار به اصطلاح مبارزه کردن در از آغاز امر تا به امروز، ولی امروز ما دوچار سلطه نوع دیگری هستیم در ایران که اون استقلال به کلی مفهومش میتونه از دست داده باشه، مثلا مسئله همین نزدیکی به روسیه که بزرگترین بهره برداری روسیه در طول سالیان در طول قرن گذشته از مملکت ما کرده، هنوز هم داره میکنه و الان هم با نفوذی که داره روی جمهوری اسلامی ما شاهد اقداماتش هستیم در سوریه و کمک هایی که ایران داره میکنه از جیب مردم ایران برای مبارزاتی که در نقاط مختلف دنیا داره که خیلی روشنه. به من نمیخوام راجع به جزئیات اون صحبت کنم، نظرتون چیه؟ اینو چجوری اسمش استقلال میشه گذاشت؟ ببینید لغت کانسپت مفهوم استقلال لحاظ سیاسی این نیست که شما میایید و تنها در این دنیایی که هر روز داره بیشتر ادغام تو همدیگه پیدا میکنه تصمیمهای خودتون میگیرید. این مفهوم شاید مفهومی بود که خیلی از چپی ها داشتن، من به نظر مفهوم غلطی. مفهوم استقلال اینه که تصمیمهای حیاتی یک مملکت و رهبرهای اون مملکت در رابطه با منافع میلیون کشور تعیین، یعنی اینکه اگر ایران، مثال دارم میزنم، باید تصمیم بگیره که آیا قرارداد اتمی رو امضا بکنه با کشورهای پنج به علاوه یک، استقلال یعنی اینکه تهران، رهبری تهران از آیت الله خامنه ای گرفته تا رئیس جمهور ایران و دیگران، اینا بتونن این تصمیم رو روی اینکه منافع ایران چیه بگیرن. اینکه ایران بعد از انقلاب استقلال بیشتری از دوران قبل از انقلاب داشت، به نظر من حداقل برای من تو شکی نیست، ولی این به این مفهوم نیست که ایران نباید رفیق داشته باشه، نباید با کشوری مثل روسیه اتحاد پیدا بکنه. ایران الان 35 ساله داره با آمریکا میجنگه در صحنه بین المللی و احتیاج داره به کسایی که بتونن بهش کمک کنن، به خاطر همین خیلی بیشتر نزدیک شده به روسیه و بیشتر نزدیک شده به چین. اما من فکر نمی کنم نه روسیه نه چین میتونن بیان به جمهوری اسلامی بگن تو فلان کار رو بکن و بیسار کار رو بکن. البته تمام کشورها رو هم دیگه اثر دارن. شما همین الان نگاه کنید، آمریکا یک کشور پرقدرت ترین کشور جهان، لحاظ اقتصادی، لحاظ نظامی، میخواد یه قرارداد
یه قرارداد اتمی میخواد با یه کشوری مثل ایران ببنده. شما نگاه کنید چقدر درد و سر داره از طرف عربستان سعودی و اسرائیل میگیره. آیا این به دلیل اینه که آمریکا دیگه مستقل نیست؟ نه خیر، آمریکا یه کشور مستقل یه تصمیم خودش رو میگیره، ولی خب کشوری مثل اسرائیل که نزدیک متحد آمریکاست، مهمترین متحد آمریکاست، میتونه بیا تاثیرگذاری تا تصمیمش بگیره. بنابراین من فکر میکنم که از این سه شعار لحاظ استقلال ایران خیلی خوب رفته جلو، متاسفانه لحاظ آزادی به نظر من اصلا خوب نرفته جلو و رکوردی که جمهوری اسلامی در این 35 سال اخیر داشته رکورد خوبی نبوده لحاظ آزادی، لحاظ اینکه اجازه بدن به احزاب فعالیت سیاسی بکنن. این یکی از خواستهای عمده انقلاب بود. همه میخواستن ایران رو یک سیستمی بکنن که بازتر باشه، یک سیستمی باشه که بتونه به طرف یک سیستم آزادتر و بهتر و بره جلو، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاده. لحاظ شعار سوم هم من به نظرم موفقیت زیادی ایران نداشته، به خاطر اینکه متاسفانه قسمت اسلامی جمهوری اسلامی در این 30 سال خیلی قوی تر شده تا قسمت جمهوری اسلامی. و اگر شما برگردید به دعوایی که در سال 2009 شد در ایران، دعوای انتخاباتی، این دعوای انتخاباتی فقط دعوا نبود که یه عده آمدن رأی رو دزدیدن، اونم یه قسمتی از اون بود، ولی دعوای عمده سر این بود که مفهوم جمهوری اسلامی چیه. مفهوم اولی که آیت الله خمینی داشت مفهومی بود که ملت میتونن تعیین کنن سرنوشت خودشون، ولی متاسفانه امروز یه طوری شده که ما یه مقداری از اون ایدئال اولی که جمهوری اسلامی داشت و ملت طرفداری از اون میکردن ما دور شد. خیلی متشکرم آقای دکتر. برگردیم به همون واژه استقلال که اشاره کردید، من عذر میخوام اینو میخواستم یه مقداری باز بکنید. ببینید الان صحبتی که مطرحه این است که یه علت مبارزه در ایران با امریکا و این مسئولین حکومتی با امریکا و این شعارهایی که میدن این بود که امریکا استثمار کرده، داره منابع ما رو تاراج میکنه، چنین میکنه، چنان میکنه. در این که آیا تردیدی دارید در این که روسیه داره الان از نظر اقتصادی بزرگترین بهره برداری ها رو میکنه؟ یه نمونهش همین نیروگاه بوشهر هست که این همه سال پول ریخته شده توش و به نتیجه ای نرسیده، و اقدامات دیگه ای که میکنه که به خرج جمهوری اسلامی فرض بفهمید در سوریه داره این اقدامات رو انجام میده که مشوقش و پشتیبان این حکومت در واقع روسیه هست. آیا اینها رو شما نفوذ بیش از حد و سوء استفاده از منابع مالی و انسانی ایران نمیدونید توسط روسیه؟ من کاملا با شما موافقم. نه فقط فکر میکنم که روسها در این رابطه‌ای که با ایران دارند محبتی به ایران نمیکنند، بلکه معتقدم که الان چندین ساله که مسکو از کارد ایران داره استفاده میکنه، تجارت داره میکنه با ایران در پدرستونی که با دولت آمریکا داره. به خاطر همین من معتقدم که منافع ملی ایران ایجاب میکنه که ایران مسئله اتمی خودش رو با آمریکا حل بکنه و سعی کنه حتی مسئله سیاسی خودش هم با آمریکا حل بکنه که بتونه برگرده به سیاست خارجی که ما سالیان سال به نظر من تا قبل از کودتای 28 مرداد ایران سعی میکرد اون سیاست خارجی رو داشته باشه، یعنی هم با غرب باشه هم با شرق، نه اینکه نه غربی نه شرقی، من میگم هم غربی هم شرقی، که بتونید از هر دو نفر از هر دو طرف برای منافع ملی ایران استفاده بکنید. بنابراین من کاملا با حرف شما موافقم که فقط روسیه هم این نیست، چینی ها هم این کارو دارن میکنن. اگر شما نگاه کنید به قراردادهایی که بین ایران و چین بسته شده، قراردادهایی که بین ایران و روسیه بسته شده، شما فقط باید برای ایران خانوم عزیز ما تأسف بکنید، برای خاطر اینکه هر دو تا کشور سعی کردن از این انزوای سیاسی ایران استفاده کنن، از این تحریم ها استفاده بکنن و تا جایی که میتونن منافع خودشون رو ببرن جلو و منافع ملی ما رو پایمال بکنن. خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه بخوایم جنبندی بکنیم نتایجی رو که بار آورده انقلاب، به چه صورت این رو شما جنبندی میکنید؟ ببینید من جنبندی خودم، من الان بعد از 30 چند سالی که از این انقلاب گذشته
من به این نتیجه رسیدم که معمولاً بهترین اتفاقی میتونه برای یک کشور بیفته اینه که توش انقلابی انجام نشه، چون انقلاب یک چیز خیلی ایدئالیستیکی هست، ولی انجام دادن به دست آوردن گلهایی که به دست آوردن شعارهایی که انقلاب داره خیلی مشکل تره. این مسئله شخصیه که رابطه به مسائل حقیق سیاسی و تاریخی نداره. حقیقت امر اینه که در ایران یه انقلابی شد 35 سال قبل. جنبندی من اینه که این انقلاب یه انقلاب مردمی بود، یعنی اکثریت ملت میخواستن اون رژیم رو تغییر بدن. بله. حالا درست یا غلط اون دیگه هر کسی میتونه برای خودش این تعبیر رو داشته باشه. و مهمترین دلیلی که ما این انقلاب رو داشتیم این بود که رژیم شاه یه رژیم دیکتاتوری شده بود. شاه میخواست به همه بگه چطور زندگی کنید، به همه بگه چی کار نکنید و چی کار بکنید. درسی هم که از این انقلاب باد گرفت و من امیدوارم که همه در کشورهای خاورمیانه خوب گوش بدن به این، نگاه کنن به نتیجه بندی که از انقلاب ایران میشه گرفت، اینه که سیستم هایی که بستن، سیستم هایی که به انسان ها اجازه نمیدن توش آزادی باشه، سیستم هایی که اجازه نمیدن به مردم احزاب سیاسی به وجود بیارن، سیستم هایی که به اجازه نمیدن به جورنالیست ها کارهای خودشون رو بکنن، ممکنه بتونن 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال با زدن و گرفتن و کشتن حکومت بکنن، ولی در دراز مدت اینها نمیتونن. و تنها سیستم خوب دنیا، تنها سیستمی که میشینه پایدار باشه، سیستمیه که اجازه ده ملت مردم سالاری کنند. اون به نظر من سیستم عالیه و این جنبندی مهمی که من میتونم از انقلاب اسلامی ایران بکنم. ممنونم آقای دکتر میلانی. آقای دکتر میلانی، دو دقیقه وقت داریم که فکر کنم حدود 3 دقیقه وقت داریم که راجع به پیشرفت‌های داعش و به خصوص در واقع میشه گفتش که عدم موفقیت امریکا در سیاست‌های خارجیش، الان شاهد یک مسئله دیگه در یمن هستیم، در لیبی هستیم، در مصر هستیم، اینا رو به چه صورت میبینید؟ در اوکراین، در اوکراین الان اتفاقاتی که داره میفته، تمام اینها نشانگر این هست که امریکا علی‌رغم تمام صحبتایی که کردن سران سیاسیش، نتونست موفقیتی داشته باشه که روسا رو متوقف بکنه. چیه نظرتون؟ آیا میشه در یکی دو دقیقه این رو توضیح بفرمایید؟ اگر اجازه بدید من مسئله اوکراین رو دوباره صحبت نکنم، چون 2 دقیقه بلد. خیلی مشکله، هم خاورمیانه و هم اوکراینه. ولی در رابطه با داعش و در رابطه با کل مسئله خاورمیانه، ببینید همونطوری که قبلا هم من برنامه‌های شما گفته بودم، من اعتقاد دارم اون سیستم اقتصادی و سیاسی که بعد از هم پاشیدگی عثمانیه، بعد از جنگ جهانی اول به وجود آورده شد در خاورمیانه، اون سیستم داره از بین میره. اینکه چی جای اینو میگیره هنوز معلوم نیست، طول میکشه. من فکر میکنم یه چیزی بین 10 تا 20 سال طول میکشه که این گرد و خاک بخوابه و ما ببینیم چه اتفاقی افتاده. اگر شما نگاه کنید به داعش، میدونید که هر جایی که دولت سقوط کرده، یعنی هر جایی که خلأ سیاسی وجود داشته، این سازمان تونسته بره اونجا و ملت رو به طرف خودش بکشه و این ایدئولوژی خطرناک خودش رو رشد بده. این اتفاق در لیبی داره میفته، همونطوری که میدونید همین چند روز قبل طرفدارای داعش، من هنوز مطمئن نیستم که اینا خود داعشی ها بودن، ولی کسایی که حداقل اعتقاد دارم به داعش و همکاری دارم میکنم به داعش، سر 21 نفر مسیحی رو که مسلمون هم نبودن رو بریدند. یعنی در لیبی اینها، لیبیا رشد کردن، در کشورهای دیگه هم دارن رشد میکنن و در یمن هم اینها الان سالیانه که البته سازمان القاعده رشد کرده، هنوز من مطمئن نیستم که داعش در اونجا میره، ولی در هر صورت روش کرده. یعنی نکته‌ای که من میخوام بگم اینه که هر جا که دولت از هم پاشیده، این سازمان‌های تروریستی تونستن روش بکنن، از سوریه گرفته تا عراق تا یمن و لیبی، و این ادامه پیدا خواهد کرد. مسئله مهم اینه که کشورهای منطقه، کشورهایی که هنوز وارد جنگ نشدن، بتونن با همدیگه اتحاد پیدا کنن که اجازه ندن این روش بکنه، برای اینکه اگر این روش بکنه
یک آتشی خواهد بود که ترخوش رو با هم دیگه خواهد سوزوند. این سازمان داعش به نظر من خطر جدی برای منافع ملی ایرانه، خطر جدی برای منافع عراق و میتونه خطر خیلی جدی هم برای عربستان سعودی باشه. و من امیدوارم این سه تا کشور بتونن با هم دیگه یه طوری اختلافات خودشون رو حل و فصل بکنن که بتونن روی مسئله داعش فوکس داشته باشن. جناب دکتر محسن میلانی، بی نهایت سپاسگزارم از فرصتی که امروز در اختیار برنامه گلگشت گذاشتید. امیدوارم بتونم در آینده نزدیک باز هم از اطلاعات جناب عالی در این برنامه استفاده بکنم. به شما بعد از ظهر بخیر میگم در فلوریدا، و تا فرصت دیگر که در خدمتون خواهم بود با جناب عالی، با بینندگان عزیز و با امیر عزیز که مثل همیشه زحمت کارگردانی برنامه رو به عهده داشته، خداحافظی میکنم. روز و روزگار به شما خوش.